بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. بهار تلویزیون د یووالي او پیوستون رښتینی غږ. گفتارها شمعی از جهان آموزش ها بر بنیاد سیر اندیشه، گفتمان های پیرامون جهانبینی ها، تئوریک، تاریخی، سیاسی و روشنگرانه. گرداننده احمد شاه راست، لاس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. بیننده‌های عزیز، سلام و درود. امروز شنبه 27 ماه مارچ سال لایف، زنده با حضور شما همینجا هستیم. هم لایف برنامه ما را از برگه فیسبوکی پندارها و گفتارها شما می لازم می بینین و هم از تلویزیون بهار و تلویزیون ساحل. قسمی که ما از پیش خدمت شما عرض کرده بودم و گفته بودم، امروز ما با جناب استاد امان اشکریز، یکی از شخصیت های ارجمند فرهنگی 7 دهه اخیر کشور ما، گفت و شنود می داشته باشیم و خوشبختانه که بخت با ما یاری کرد که جناب اشکریز را ما در استودیو یا در داخل خانه با خود داریم و جناب اشکریز امی لحظه در بالای من نشستن و شما میبینید. جناب اشکریز، اول خوب به کالیفرنیا خوش آمدین، صفا آوردین، باز به کلبه غریبانی ما خوش صفا آوردین، خوش آمدین و باز به برگه فیسبوکی پندارها و گفتارها و تلویزیون بهار. و چقدر خوشبختی کلان است که شما را بعد از مدت بسیار بسیار طولانی هم ما و هم بیننده ها همی لحظه میبینم، خصوصا بعد از پروبلم های کرونایی. بسیار تشکر میکنم از شما جناب راستای عزیز. در قدم نخست میخوایم براتون عرض بکنم چقدر جای خوشبختی است که همه سپاسگزاری و یا تشکری موجود بوده در روابط انسان ها. اگر تشکر نمی بود، اگر سپاسگزاری نمی بود، خدا ما چی می کردیم؟ برای از اینکه ادا کرده نمیتونیم التاف و مهربانی های هموطن های خود، عزیزای خود، بیننده های خود و همه زیره با یک کلمه تشکر میتونیم با یک لبخند ادا بکنیم. بناهن بدون مقدمه و وی خاطر ما آغاز کردم که تشکر میکنم از شما آقای راستا. خواهش میکنم. لطف کردین. بیننده های بسیار عزیز و گرامی، سپاسگزار هستم از شما که وقت گرانبهایتان اگر امیر از وقت میکنین و صحبت ها و حرف های جسته و گریخته و با ارتباط و بی ارتباط مرا میشنوین، از شما تشکر بکنم. از آقای جبارخیل تشکر بکنم از تلویزیون وزین بهار. از سوهیل جان تیوی تشکر بکنم که امیرعزه هر کدامشان مستقیما بر شما برودکاست میکنن و ما بنابرای لطف و مهربانی همه اینا و لطف آقای راستا دعوت شدم از ویرجینیا، از دورای دور، از پشت ابرا، 500 پرواز طیاره آمدم. لطف کردن، مهربانی کردن، تکت طیاره برام مهربانی کردن، هتل برام گرفتن و بالاخره این مرا امیدوار به این میسازه، اینی که امان اشکریز عزت کردن، این مرا امیدوار به این میسازه که همه و همه ما
بریم جستجو کنیم، لقلباب کنیم، پیدا بکنیم هنرمندان محبوب و والا و بزرگ خدا که با اونا همه و همه دست بتیم تا در زندگی یادشانه بکنیم. از شما یک بار استاد گرامی سپاسگزار هستم. شما جناب ترکمنی نوشته میکنه که صدا نمیه و میگن که در پندارها و گفتارها هم لایف نیستین، ولی هستیم جناب ترکمنی. ما دوستا بر ما تفسیر روان میکنه. بینندای عزیز، اگر که صدای ما را درست نمیشنوین، لطفاً بر ما بگوین، بر از اینکه ما در یک محوطه به اصطلاح بدون سقف آمدیم و واضح برای شما بگویم که در اولی خانه خود این برنامه را با جناب اشرف صاحب پیش میبریم. اگر که صدا یا تصویر کدام اشتباه داره، لطفاً برای ما نوشته بکنین، برای از اینکه آقای ترکمنی میگن که صدا نیست، اما من فکر کنم که صدا هم است و تصویر هم درست است. همه چیز درست است. صدا است. درست. بسیار زیاد سپاسگزارم. خب جناب اشرف گرامی، بیاین که از اینجا شروع کنیم. بعد شما که ما که به طرف شما میبینم، خصوصا امی آخرین مرتبه که دیروز ما شما را دیدم، بله، بسیار تعجب کردم. بله. هم تعجب کردم و هم واقعیت برای شما بگویم، یک قسم بعد از اینمی دوران بسیار خسته کن کرونایی، بله، یک قسم انرژی گرفتم. باور میکنین؟ نه. شما زنده باشی. دلیلش چیز ما میبینم که شما این سن است که در سنای شما ما بسیار شخصیت ها را دیدیم که یک نفر میگه پای ما چاپی کو، یک نفر میگه دست ما چاپی، یک نفر میگه او بیار، یک نفر میگه تشنا ببر مرا، یک نفر خلاصه کلام شش نفر بر از او آدم کار میکنه و انوز هم او آدم شکایت میکنه و در بستر افتاده یا ای که به این شکل. ولی شما تا جایی که من میفهمم میبینم که یعنی هفته هفت روز کار هم میکنین، فعالیت های فرهنگی هم میکنین و نام خدا ذهن و همو اندیشه تان جوانتر از 30 سال پیش که من دیده بودم، همه تا کار میکنه و همه تا فکر میکنه و همه تا به اصطلاح حرف میزنه و باور میکنین شاید تفاوت سن ما و شما زیاد نباشه، ولی من احساس میکنم تو یک بار دیگر رویه گرفتم که نه، میتونم که اشکای سواره چند سال دیگه هم به می شکل زندگی بکنم و نه تنها که شما کاملا متکی به خود هستین از لحاظ اقتصاد، هرچند من می فهم که شما دوستای زیادی دارین که شاید آفر کنه برای شما کمک های مالی و مادی و ایفا و یا کمک های دیگه، اما همون شعر که من دیروزم خواندم که اگر یادتان باشه که غلام همت والای با وقار کشم که وقار غم کشد و منت کسان نکشد، من میبینم که شما از هر لحاظ متکی به خود هستید. از امیج شروع میکنم که از امیج رازها رو بگوین، بعد از او آیستایش هم میرین به عقب به اصطلاح. بسیار تشکر میکنم از شما آقای راستا. من فکر میکنم دلایل بیشمار داره که بالا توی پروردگار اما تو شما لطف کردین. خدا بسیار استوار احساس میکنم، بسیار خدا بشاش احساس میکنم. دلایل بسیار بسیار فراوان داره که اگر شروع کنم 1, 2, 3, 10 بسیار زیاد میشه، ولی یک کلمه میخوایم بگویم. شما شاید آل بودین. رسانه مرا زنده نگه کرده. از کودکی ما پشت مایک رادیوی افغانستان ششتم، ولی لایل هم که ام اکنون در برابر کمره در برابر هموطنهای خود قرار دارم. یعنی 55 سال ما در رادیوی افغانستان خدمت کردم و در مطبوعات آدم استورتر، جوانتر، مصممتر نگه میکنه. حرف دومی می بوده که میخوایم عرض بکنم، کار کردیم با جوانا. بله. کار با جوانان آدم انرژی مثبت بیشتر میده. همونطور که این با شما از نزدیک هستم و با تعداد دوستای دیگر. ولی خاطرات من از کار با جوانا هیچ وقت فراموشم نمیشه و اون مرا جوانتر میسازه و لطف و مهربانی و مرحمت بیننده های بسیار عزیز و گرامی ماست که در هر بخشی که ما برنامه تلویزیونی و یا
رادیویی داشتیم، اونا لطف کردن، مواظبت کردن. ما از قدردانیشان یک بار دیگه سپاس میکنم. من در شروع جمله گفتم همونطوری که احتمالاً گفتن که ساوند اول نداشتن آغاز حرفای ما را، من اول گفتم که شکر خدا که این کلمه سپاسگزاری و یا شکر موجود است. بناهن جای داره که سپاس بکنم یک بار دیگه از شما، از همه عزیزایی که امیرعزا برنامه را میبینن و میشنون. ما با اختیار به خدمت شما استم. بسیار خوب جناب اشرف صاحب گرامی، حالا که شما این رازها را گفتین، بیاین که یک بار دیگه شما را ببریم در 55 سال پیش. هرچند شاید بسیار بسیار در این مورد صحبت کرده باشین شما، اما بسیار بسیار ناگفته ها دارین شما که از زمان باز هم، یعنی برای گپ زدن شما بسیار حرفای دیگه هم دارین، بسیار حرفای نو که حتی شاید نشنیده باشین. میشه که از اونجا شروع کنیم، برای اینکه بیننده ها هم با بسیار علاقمندی وقتی که اعلان شما را دیدن بسیار خواهش کردن که استاد اشقیز تنها از روی پارچه های مرزا قلم ما نمیشناسیم. بسیار پیش از او در برنامه های اطفال و کودک ها و اینگه خامو میشناسیم، در برنامه کورنای جوان میشناسیم میشه و حتی شاید هم مدت ها بیشتر هستیم. آقای راستا، اگه من باز قصه خدا بکنم، ای بار بخیالم که 172 مصاحبه ایم است در طول زندگیم که دقیق یادداشت کرده. در 172 مصاحبه امان اشقیز اگر بگوید چی را خواهد گفت؟ امو گپای را خواهد گفت که واقعیت بود، بناهن تکراری. بله، به هر حالت برای نسل جوان شاید بسیار خوب باشه، جالب باشه. من صنف پنج مکتب ابتدایی بود و مکتب شاهد شمشیره علیه رحمه، خانی مادر باغ علی مردان بود. بله آقای استاد راستا. بله من هر روز از باقلی مردان از پیش روی رادیوی سابق، استیشن سابق تیر می شدم و می رفتم شاده شمشیری ودی به مکتب. بله لوحه بود پالی وزارت مخابرات رادیو افغانستان، ولی بسیار با علاقه استاد می شدم و امی لوحه رادیو افغانستان همی خواندم. خب یک روز بکسک پشتکی داشتم، کلای پی، صنف پنج مکتب شاهد شمشیره بودم. آقای راستی صنف پنج، دون دروازه رفتم، دون دروازه رادیو که در پل باغ عمومی پالوی عایشه درانی دیگه تعبیر رادیو این طرف وزارت مخابرات بود لب دریا. بله یک عسکر استاد بود، یک عسکر استاد بود اونجا. این دیگه نه مکروف داشت و نه کلاشینکوف داشت و نه پیکا و نه راکت انداز. دون دروازی رادیو فقط یک دانه چوبک خورد به بغلک کمربندی زرنگی بود و مرا گفت که چوچا جان چی گفت، از کجا میری؟ هیچ یادم نمیره. گفتم من میخوایم می رئیس رادیو رو ببینم. این خنده شما دیگه شاید سن 5 12 11 سال. این طرف ما خنده کرد، گفت رئیس رادیو رو چی میگی؟ گفتیم یک بارم رو میخوایم ببینم اگر مرا کمک کنی. یه عسکر خنده کرد، مرا برد داخل اتاق اول که در آمدم سرور رونا را خدا مغفرت بکنه. این دیگه من این خیال رئیس رادیو کردم. گفتم رئیس سلام علیکم. ای گفت که چوچه جان چی حال داری؟ صحت خوب است؟ گفت بچه من رئیس رادیو نیستم، رئیس بداخل است. چی امر است؟ ببینید شما چی برخورد داشتن؟ ما گفتم که تشکر میخوایم یک بار رئیس رو ببینم. رفت داخل، پس آمد مرا گفت که بیا چوچه جان، عروضی که چوچه جان نام معلوم نیست. رفتم داخل شدم که رئیس رادیو یک آدمی فقه بالا دلشی فولادی، مویای ماش و برنج، این دیگه خدا مغفرت بکنه بی‌نواصب است. بله، دوره اول بی‌نواصب در رادیوی کابل وقت بود و من در آمدم. یک خانم ششته بود، چادریش بالا. چادریش ششته بالا، ششته بود با رئیس رادیو. بله. که پسانها باز فهمیدم که بی بی جان میرمون پروین. آه. بله.
برای من رئیس رادیو که دیگه جناب بی‌نواس بود گفت که چوچه جان خیریت است، گفتم من این مکتب شاید شمشیر هستم، خانه این باقالی مردان هسته، میخواییم در این رادیو کار کنم. یک بار همی بی بی جان میرون پروین خدا و بخشی یام زوف خنده شد و بی‌نواس هم خنده کرد، گفت چی کار میکنی بچه؟ گفتم اینه در این پروگرام های اطفال اگر برای من عمل کنیم. بعد حالت زنگ زد و آقای پارسا را خواست. آقای پارسا متصدی پروگرام های اطفال بودن و به هر حالت خلاصه میکنه میره براتون. اگر دیگه این وقتا رادیو لایف است که لایف میره، ثبت نمیشه. رادیو دیگه فقط کلش لایف میره، هنوز دیگه ریکارد است. ریکارد است و فیته نامده. فیته را خود شما دیگه در این موارد از مرکز زیاد معلومات دارین که برای اولین بار در جهان مرد پولند، مرد هالندی 94 سال قبل با فیته را کشف کرد. بله. فیته تایپی که میگیم. بله. این مرد هالندی 94 سال قبل از اون وقت دیگه فقط ریکارد خام اول میامد. این ریکارد هم یک دفعه نشد میشد بود دیگه تموم بود. با اون سبب برنامه ها لایف بود، یعنی که مستقیم. خب نام چیست بچه؟ من گفتم نام محمد امان است. اینم تو که براتان میگم. گفت که امان جان بگی پارساس سر از امروز در برنامه اطفال شاملش کو، از امی ماش خود ماند 20 افغانی ورزی بده. بابا خدا ایک یاد من 20 افغانی. من اگر ایران ماندم خواه رفتم برنامه اطفال و برای من یک قلم، دو دانه قلم پنسل و یک چاکلیت هم دادن و آرام آرام کته تیم آشنا شدم، کته تیم تفلا دیگه. کار آغاز کردم، هر بار که من ماهانه مکتب میرفتم و 20 افغانی از رادیو میگرفتم، این برای من بسیار بسیار برای آرام کننده بود. بالاخره زمان طوری گذشت که من یک وقتی معاون برنامه های اطفال شدم. میدی ظفر خداوند جنت جایش باشه بسیار نطاق بلند بالای ما شما بود. مهدی ظفر دیگه اون وقت کاکامونجانی اطفال بود، یعنی که برنامه های اطفال کودکان را امی یادم قصه امی بنام کاکامونجانی میدی ظفر قصه میگفت برای اطفال و ما دستمو زیر علاشا و میششتیم گوش میکنیم کاکامونجانی را. بالاخره زمان طور آمد که یک زمان باز من کاکامونجانی برنامه اطفال شدم، باز خودم دیگه برای اطفال باعث کاکامونجانی میششتم و این با رادیو دیگه باز بیافایی نکدم و دم رادیو باندم. از چی زمان شما، از کدام سن باز شما آمدین باعث مجری یا متصدی امی برنامه اطفال؟ من فقط بعد از 4 سال یعنی مسن قانونی. بله بعد از تا که بود که تنها می آمد و اینی می قصه‌گوی بود. بله. بعد از او باز آمدم و آرام آرام باز تعمیر جدید رادیوی افغانستان که انصاری بود. بله. تعمیر جدید آمدیم در اینجا و اینجا برنامه کرونا ژوند آغاز شد. کرونا ژوند آغاز شد، برنامه خانوادگیه که من میتونم براتون بگویم نهایت شنونده و نهایت شنونده، برای اینکه یک رادیو داشتیم در تمام افغانستان. ولی هازا این برنامه کرونا ژوند هر روز صبح من دیالوگ ها داشتم بنابه نجیب و نسرین فریده جان شایانه خدا مغفرت بکنه که فریده پاکتین باز تخلص کردن. این فریده شایان با نعیم شایان. بله دختر. بله بله دخترشان فریده جان شایان در وقت که باز خواهر فریده شایان است. بله خواهر فریده جان شایان که ترامات مرا بپذیرن. باز آرام آرام باز در برنامه ها دیگه نقش خانم ها را باز که من مقدس جان مخفی یادش بخیر، ابی بجان عسکر یادش بخیر، زینت گلچین، موبجان جبوری، غزال ابراهیمی، اینا باز دیگه نقش های خانم خانه و خانواده را بازی میکردن و خودم نقش نجیب را بازی کردم. کرونا جوان نهایت نهایت شنونده داشت و همه اتش راضی بودن و من اون زمان وقت تا حال مصروف خدمت برای برنامه های خانه و خانواده هستم تا امروز. بسیار خوب.
خانم نیلاب جان سلام و درود. سوال مهمت باز نوشته کو جناب ترکمنی صاحب در اخیر برنامه سوالای همه را میخوانن و پاسخات گفتیم. بسیار خوب استاد گرامی، جالبش ایست که اوج شهرت شما، ما فکر میکنم اوج شهرت شما فکر کنم که برنامه های مرزا قلم بود. بله. و تا جایی که من من حیث یک بیننده بسیار عادی از امو وقت بخاطر دارم، برنامه مرزا قلم در تاریخ مطبوعات افغانستان و رادیو یکی از شوها یا نمایش های تلویزیونی رادیویی تلویزیونی نیکی رادیویی تاپ بود و فکر کنم که پیش از او همچو یک برنامه ما اصلا نداشتیم. یعنی طنز رادیویی یا انتقاد و دیدن نابسامانی ها را در اون برنامه آدم بسیار بسیار جانانه میدید و بعد از اون فکر میکنم که با الهام از اون بسیار بسیار کسان دیگه که آنه با شما میبینیم که خوشبختانه یک تیف وسیعی از مردم دست به این کار میزنن، ولی من فکر کنم که ابتکار از این پس میره به امون ایجاد برنامه مرزا قلم. بله همه در بله. برای اولین بار جلالی سبه خدا مغفرت بکنم، اولین برنامه مرزا قلمه آغاز کردیم. بله. من میتونم بر شما عرض بکنم جناب راستا سب، خوشبختانه که برنامه های مرزا قلمه هم نویسندیش خودم بودیم. بله. و هم نقش اول خودم بازی میکردم. بله. ولی راز موفقیت در کجا بود که تیم بسیار قوی داشتم کتی خود. آه. تیمی که مرزا کاپی بود و مرزا دلدار بود و باید. مثلا از آقای خیرزاد هم یاله میتونم نام بگیرم، عزیزیان خیرزاد، احد عزیزاده کال مسئولیت در رادیو صدای امریکا دارند، از شاگردهای بسیار بسیار خوب و با استعداد دکتر وحید و ایدولاس که دستکش گرفته آوردن پیش من و گفت که در برنامه از فال بگیریم و امروز آدمی با صلاحیت در سازمان ملل متحد است. داود سلوالی از نازنین هایی که اینا کلی در برنامه اطفال پیش شما آمدن. میتونم بگویم که فروجان منشیزاده. بله این فروی منشیزاده ای که امیال تمام رسانه های بیرون مرزی در تپ و تلاش داره که وصل بسازه هنرمندا و بخش های هنری را با رسانه ها. در وقت در برنامه اطفال امی فروجان منشیزاده اینا همشون در برنامه اطفال پیش ما آمد. یعنی تیم که من بسیار قوی بازی کرد برنامه مرزا قلمه. من میخوام برای جوانان سر بکنم، مرزا قلمه روزای پنجشنبه ساعت 2 بجه هر پنجشنبه نشر میکرد. باور بکنین وزارت معارف چون شاگردها از طرف پیشین که درس میخوندن خودشان یادداشت دادن به صدارت و گفتن که شاگردای ما در اینمی ساعت پنجشنبه هر روز یک رادیوی گوشکی میارن دستن و درس نمیخوانن، ولی حالا این شاگردار از درس میکشه این برنامه رو جایش تنید بکنه. برنامه رو ما گرفتیم تغییر دادیم به روز جمعه ساعت 10 بجه دهی صبح روزای جمعه ساختیم که معارف گفت که شاگردها مکتب نمیرن این برنامه رو میشنون. حتی یک یادداشت آمده بود که معلمین و مال یک رادیوی گوشه که خود میاره معلم به گوشه میره برنامه مرزا قلم میشنون و اونا بر حالت روز جمعه آمد. باور بکنید ما تانستیم یک ماه 4 بار نشر کنیم روز جمعه. در بودجه های خط سر خط می آمد او وقت دیگه سیستم مخابراتی نمی که بود انترنت و پوستر رسانی گفت فقط یک دفعه بودجه بست از وزارت مخابرات باز می آمد رادیو باز واز می کدن می خواندن که برای هر برنامه و برنامه ساز پاکتور می دادن. به حد نامه آمد خانواده ها گفتن ما یک جمعه داریم، نه میفهم چوب شکنی داریم و نه میفهم کاغل بام داریم و نه میفهم خانه تکانی داریم، نه ما رو برنامه مثلا قلم از کار میکشه و ما این وقت چه تگیردیم. پس دکتر سب نوین وزیر کلتور دایت داد این برنامه رو، پس ما بردیم ساعت 3:30
پنجشنبه ساختیم. یعنی که برنامه اونقدر نقش خود داشت که شنونده ما راضی بود. آقای یکی خوی مسئله بود استاد، یکی مسئله دیگه که وجود داشت این بود که در پالوی از این که این شو یا نمایش رادیویی پربیننده ترین نمایش بود، یک نقش بسیار بسیار بزرگ در جلوگیری از فساد اداری، بیروکراسی و در مورد پرابلم های اداری و دولتداری در وقت بود. در این مورد عکس‌العمل دولت در برابر شما چی بود؟ برای که شما خود کارتان که مؤسسات بود و تقریبا مستقیما دیگه یک وزارت ها یک مؤسسه را انتقاد میکردین و او هم کسایی که صاحب قدرت صلاحیت. ما بر شما عرض بکنم که شما لطف کردین اولین بار تئاتر رو دوی بسیار زننده و انتقادی که برنامه مرزا قلم ما شروع کردیم، بخوایی نخوایی عکس‌العمل شروع شد. ولی بسیار برای شما برای بیننده های ما جالب بود که ما رفتیم به اداره مکلفیت، جایی بلد. که عسکری خود میرن چهره میکنن و باز ترخیص هم از امونی میدادشان. این در چمن این قلم فروشی ها بود، در چمن بلد. چمن حضوری میگفتیم، این نمیگه اداره مکلفیت بود. ما رفتم به امی اداره بلد. که چهره میکنه جوانا را برای سربازی. در این روز یک تیم از رادیو، یک انجینرهای رادیو اینا هم میرن که خود چهره کنن برای عسکری. یک حکم داده بود سردار صاحب داود خان که انجینرها و برنامه سازای نخبه رادیو خود چهره کنن، عسکری خود در وظیفه خود در رادیو انجام بدن. در اون جمله 5-6 نفر از انجینرها که در او جمله سنیه ایم آقا رئیس به تکنیکی رادیو بودن که حالا شکر صحت دارن سمبول بکنن، یک تیم آمدن در این جمله دونه هم امونا در منتاج روی که پایش بسار آدم وارد بود کار کرد. ولی افسوس خالق بچه داود خان هم در جمله یعنی 8 نفر انجینیرهایی که نامیرن چهره میشن. ما رفتیم در داخل امین شعبه که ششته این مدیره که آله چهره میکنه این آره و مرزا قلم ما الهام گرفتیم که امین پارچه را با چطو ساخت. این دیگه نخستین روز برنامه های شما نه بردیست ساده خالق بچه داود خان این از احترامی که بود و بچه بسیار با شخصیت هم بود، بچه آرام نازنین با تربیت متوازی این را پیش ساختن که یعنی تو اول برو تو را چهره کنن بعد از با دیگه انجینیر ها بودن. من همینجور دیگه ساده خاله جان پیش شد دستای خود دیمی سر میزنی مدیر ثبت تذکره ماند، یک دفعه میان یک های خود ای بالا کرد که می طرف خاله سعی کرد یک پا چیغ زد که بچه نه نه دستایی تا پس کن سر میز بر عسکری اومدی؟ اینه من تو که میگم اتا آه بر عسکری اومدی؟ حالا هر قدر سومدی اشاره میکنن اشاره میکنیم یه نمیفهمم که جاد که اومدی خوی بچه رئیس جمهور هست آه این دیگه پس باش میگم پس باش استار شدن انتا نمیفهمی چی رقم تو عسکری میکنی؟ هر چی که اشاره کردیم نشد اینه گفت که برو داخل استار شد تو به نفر آخر بیا آولا و همی خالد بچه رئیس جمهور نازنین بچه آرام کرده رفت به آخر استار شد ای دیگه را چهره کرد دیگه چهره میکنه که موی بچه که خرمایی که چشم میشی که دندان سی و یک پوره است یا چه قسم کم است اینو تو چهره میکنه دیگه چهره میگفتن من دیگه یه چارت نوت میکنم برای برنامه مرزا قلم بود که نوبت خالد جان رسید ای بازم سر از یه هنوزم کار سر خالد جان هنوزم سرش کار و بیا پیش بیا نامی چیز؟ می گفت که نامم خالد ولده یعنی می توی کمسا کار ولده آه می گفت که محمد داود وظیفه پدر می گفت که رئیس جمهور چی؟ کلی چی گفت سیدی آلم می قلم خودمان یک بار استاد شد از برای خود آلودگاره پس باشین بیاده با نمی فهمی که کی آمده اینجا با خودم
نمیفهم این که کی آمده آل شله خالده که بیاده چوکی ما بیشی ما تو رو چهره میکنم داری چوکی تو بیشی ما تو رو چهره پدر جان چطور هست که اترامات من رو تخلیم کنم حالا ایران من نیم که خدای چی حال هست آلو خالد رنگ ساخ میگه نیم را چهره کن نیم را نیم اون از اونجا من آمدم همین برنامه را آقای راستا من ساختم نبی پاکتین یادش بخیر هر جایی که باشه دوست خوبم آمدم کردشتا مشوره ششتیم و امی پارچه را ساخته بود خالد که خانه رفته گفته برای سردار حسین داود خان که یعنی پنجشنبه پروگرام مرزا قلم سر ما نشته کردن بله خب پنجشنبه سه بی برنامه نشر شد یعنی شما با اینمی متن محتوا با اینمی شکل شما اینمی تو نشر کردیم اینا رو برتان عرض میکنم برنامه نشر شده بسیار زیاد دیگر به حد تلفن گرفتیم به حد تلفن گرفتیم که چه برای شما بگویم نامه ها آمد دیگر روز بود که وسیق سب یادش بخیر برای من زنگ زد که فاجل بیا گفت برو که وزیر سب خواستیم دکتر سب نوی بله وزیر اطلاعات کلتور بود خدا جنت جایش باشه بره. من رفتم آجل پل باقومیون وزارت داد کلتور که دکتر سب نوید در روی اتاق میگرده کمی در آمانه گفت آمدی؟ گفتم بله گفت یک سردار سب خواست آه کمی گفت سب و من گفتم والا پروگرام دیروس رفتی دیگه گفتم پروگرام دیروس در کار خراب کرد خب هر حالت آمدیم از رای مقابل لیسی امانی خانه سردار سب داود خان که دیگه شما تا حال نمیفهمین که سردار سب در این رابطه کار است یا چی گپ است هیچ نمیفهمم و من یک کلمه دیگه که وزیرم در آدم اوتر گپ نمیزنم چوب هستم گفتم بیا دیگه پناه ما به خدا خب در آمدیم که چای سبز پیشونیش مونده بود دمی هر رفتین دیگه خانش خانه در خانش خب علمی جایی که ملل متحد آه بله بله دمی چورایی ده نوش بله ایجا چای سبز پیشونیش مونده بود در آمدم بسیاری دکتر سر نمی ساده هنوز طرف مسئل کرد گفت که ما برای اعضای کابینه همیشه میگم که اول برنامه مرزا قلم رو بشنوین بازده کارهایتان برین برای دیگه اصلاحات بیاین یعنی حتی پیش دی هم برنامه بله برنامه رو میشنیدن یعنی بسیار برم امیدوار کننده بود بسیار بسیار برای گونت پیشه دیگه بالاتر از او چی بود باز امو سبب شد که یک افتبادش باز یک فرمان آمد با امضای سردار محمد داود خان که فریده جان مهوش استاد مهوش بزرگ است و فرمان آمد که فریده مهوش و امان عشقی برش لقب استادی منظور کرده باز برای من بسیار افتخار بود که لقب ما از امضای رئیس جمهور کشور گرفتم و برنامه مرزا قلم ادامه دادم تا وقتی که ادامه داشت تا وقتی که ادامه داشت جناب استاد هفت سر بود اینجا آقای لاروی هم بسیار چیزای جالب به شما نشته کده پس هم باز میخوانیم و بعد از هفت سر با تأثیر تمام که بسیار بسیار پرسه های مثبت متوقف شد و یکی هم همین برنامه مرزا قلم در این مورد شما خاطراتتان چگونه است چی است وقتی که هشت هفته سر شد چرا بازی را در حالی که شما معمولا انتقاد میکردین بیروکراسی را و او دولت باید استقبال میکرد بیشتر تا از زمان داود خان چی مثلا چی حادثه شد هفت سر شد آقای راستا ده هفت سر برای که دیگه برنامه مرزا قلم از بین رفت بله عجیب است که باز خود مرزا قلم هم جزایی شد آها بله بله باز مرا از رادیو جواب دادن بله در هفت سال و معلم جزایی شدم در مکتب دکو آها مکتب دکو سرک گلدرک تیر می شدیم باز چپ دمی دکوی پایان می گفتن در بین این کردا و شلیکو دکو بود باز من به ایسا معلم رفتم اونجا یک سال جزایی دیگه بله و جرم معلوم نیست هیچ نه فقط اون برنامه ما که تمام شد رادیو ما را گفتن دیگه نبیا بعد از اون باز کردن رئیس رادیو کی بود وقت جناب در چه وقت بعد از هفته سر
بعد از هفته سر دیگه امی روز که هفته سر شد ما دیگه اجازه ندادن که ما داخل رادیو شدیم. هاشم پکتیانه خود رو بخش دان دروازه بود. امو کارت مرا گرفت پاره کرد در ترش انداخت و گفت کار شما تمام. باز من از دان دروازه رادیو حرکت کردم آمدم خیال محمد کتوازی بسیار کمک کرد مرا برای اینکه در یک شعبه بودیم ما در شعبه پروگراما باز اوجا رفتیم و باز خیال محمد کتوازی مرا همه قطعانست که با پنشیری صاحب معرفی کنه با وزیر معارف باز وزیر معارف مرا مکتب دکو روان کرد معلم جزایی مکتب دکو و یک سال پس من در مکتب دکو یعنی کمک از ما بوده شما کی هست تلفن دکتر صاحب وحید وحیدالله تلفن میکنه بفرمایید جناب دکتر سلام عرض میکنم خوش آمدین میشنوید صدای شما را جناب راستاس گرامی صدای من را میشنوید صدای شما را میشنوم سلام و درود ما را بپذیرید احترامات تقدیم میکنم دکتر صاحب زنده باشید. ما فقط در حال که بسیار مسرور هستم، بسیار ممنون هستم از حضور گرم شما با این برنامه های جالبتان جناب راستاس هست. لطف میکنم. خصوصا امروز که یک میمان بسیار عزیز و یک آدم بی‌نظیر در تاریخ ما را و استاد ما را که برسن بگویم که اولین دفعه ما از اینا میکروفون و اصطلاح از این بزرگوار یاد گرفتیم از این استاد دوانش کریس که آدم چرا کم با میکروفون گپ میزنه ولی زیکی باز بردن بگم یک تقابات چی بله ولی که پیش از اون از شما بسیار تشکری میکنم قربان شما سلام میکنم که زمینه برابر شده که برنامه های بسیار خوب بسیار پرمحتوا بسیار با مفهوم و بسیار هم زیاد روشنگرانه بر استعمال با مسائل مختلف مطابق بمی مسما ابو عنوان یا نام پروگرام مسمای شما وقت به وقت وقتی به نیویورک باشم یه میبینم بسیار با دلچسپی و مراتب سپاس و امتنان مرا برای کارایتان و برای روشنگری و برای مطالب بسیار مؤثره و شخصیت هایی که شما موردار در چارچو و برنامه‌هایتان دعوت میکنین مسائل را مطرح میکنین نمیخوام به کدام زبان از شما امتنان و سپاسگزاری کنم جناب راستاس یک دنیا سپاس دکتر صاحب گرامی افتخار ما هستین شما و اتفاقا که من نمیفهم اگر برنامه را از نخستین لحظاتش شنیده باشین که جناب استاد اشکریز همتون مشخص به اصطلاح ذکر خیر شما را کردیم بله جناب راستاس تلفن دارم و میشنیدم دیدم که برنامه شماست و باز بخصوص که استاد گرامی هستن تشریف دارم گفتم باش که من یک هدای اکرام با شما کنم و در زن مهمدار هم شما هم اشکریس صاحب استاد گرامی شما و هم سایر برنامه سازان ممکن نبود که اگر ما به مدیریت از این تلویزیون یک شخصی بسیار قابل احترام مثل جواخیل سه برنامه داشتیم بله که بسیار خوبی برنامه ها مشکوفه و بسیار زیاد در دل مردم در تمامی عرصه های سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی گل کده میره هر روز ایره برای از اونا و مددگار برای شما به طور خاص برای برنامه های بسیار پرمفهومتان تبریک میگم در کلمه ها یک دنیا سپاس دکتر سبیگ ما برنامه را نیره بودم جناب راست را سبیگ را بس حال ما چند کلمه من ای فوقیدا چی گفتن خدا میدونه اما ما بر شما بگیم دکتر صاحب غیبت شما را کردیم ما برنامه را نیده بودم و تکرارش هم نیده اما باز اگو گفت نیده مطلعه آگری ما سفر مفهوم است که میگه دل را و دل رئیس چون گونده بریم کن باری که بود از کنکی زد بود رخ شدیم دیگه ما اینا را بر شما بگویم که ما استاد امان اشکریس ای برای ما یک استاد یک بردو یک مشاوه یک سردر بینی همه چیز برای ما این بوده برای از اینکه ما اینا را از سنت هشت مکتب یعنی افتونیم هشت به واسط پدر خود برای اینا ما سکاریده شدم وقتی که اینا برنامه های بسیار جالب و دیدنی و بسیار قابل
ستایش در بین خوشمامی فوید که بعد که راجعه به اینا گم بزنم کاملا کجا باشم که بتانم که هم در وصف این استاد گرامی که شما بودم کجا به طور یک نیمان معزز دانی روز آن کرد و گم بزنم اما ما صابر کتیم همیز که ما با پرگرام از کل پدر ما برای ما اینا برای برای اینا سپاری به اصطلاع با مریجی کرد تابی شو شو کرد از اینکه یک آدم جور بود آه آدم باشه دیگه شاید کنم اما اینه بیشه با محبت داره دکتر سب دکتر سب دکتر سب دکتر سب مدرت می خواهیم بسیار زیاد هم یک حرف که انسان بودن بسیار شرط است انسان بودن شما شکر انسان بسیار شایسته و والا شده ما افتخار می کنم جناب دکتر بله ما بسیار افتخار می کنم که امروز صدای مبارک شما را می شنوم بختانه که من بدبخت بنا به غفلت من که اتر نشده که زمینه مساعد نشده که پای صحبت شما بشینیم که حتما در آینده ها و خیر این کار امکان داره و عملی میشه و مصمم هستیم و نظریات شما برای افغانستان برای مردم برای ما بسیار بسیار ارزشمند است و یک افتخار بسیار بزرگ و کلان هستین که در اونطور یک مؤسسه شما یکی از شخصیت های بسیار مطرح هستین یک دنیا سپاسگزار هستم از لطف و مهربانی شما ما بسیار از شما از کلمات پر محبتتان تشکر می کنم من با تیت و شایستگی زیر خود نمی بینم اما واقعا در نمای شما راستا سه بسیار بسیار همه جانبه بسیار جالب بسیار نوید بخش بسیار زیاد انفارمتی به حساب چی می گرم قربان شما بسیار بگوید اطلاعی کننده و اطلاع دهنده و پر محتوى است دیگه هر چکه گپ بزنیم اندر وصف شما لطمیکن. و اندر وصف تلویزیون بسیار زیاد وزینتان و جناب اشکریست مهمان گرامیتان امروز استاد عزیز من و الگو نمونه ما در زندگی از نوجوانی کم است دیگه ما خواستم که یک ادای احترام کنم که ما باید قدر این روز رو گوارا قربانتان با عظمت استاد امان اشکریز یک نام شناخته شده یک نام قابل افتخار یک نام چی برتان بگید من اثر با فرد در عرصه ادبیات هنر فرهنگ با تمام خدماتی که اینا در مراحل مختلف زندگی خود انجام دادن و شما شدیدیم که تا سرحد صبر ما جالب بود که دیگه شناخته بودم خود محمد داود خان که رئیس جمهور وقت بوده و وزرای او وقت و میگونم واقعا ما او وقت یک نوجوان بیم تجربه هیچ مدار نبودیم اما بیم با یک قربان شما یک دنیا سپاس دکتر سبگیرانی با امید صحبت های مفصل با شما روز بسیار خوش داشته باشید قربان خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظتون دکتر سید بسیار تشکر لطف کرد قربان شما خدا حافظ خدا حافظ اینه استاد اینه تو شخصیت ها زنگ میزنم ما نظر من یه است که بله در سن سال ما وار یک آدم بله کتی اینه قدر تپ و تلاش و بخشای فرهنگی چی میخوایم از خدا غیر امی که سپاسگزار باشم و بگویم که شکر که نهال های را شاندم که آل دسایی امون درخت تکیه کردیم او دیگه حاصل میتر او دیگه میوه میتر این برای من افتخار است شکر که نا هستم بسیار بسیار خوب پس برمیگردیم به صحبت های خود استاد گرامی خب یک مدت گذشت و بعد از این که بسیار بسیار مایوس کننده به شخص خود ما بودم این حیث یک شنونده شما در اون زمان که من تقریبا میتونم بگم نوجوان بودم و بعد از یک زمان رکود بسیار وحشتناک سیاسی و فرهنگی و شرایطی که کل ما شما گذاشتاندیم چشم ما به دیدن شما روشن شد و این را به خاطر رزی میگم که آقای بشیر دژم یک تبصره نوشته کده و در او تبصره خود
یاد کده که شما برای نسل جوانان چه کارهای کلان کلان کده. از شعرک جوانان یاد کده، از مثلا بسیار گپا یاد کده که شما یک نسل دیگر را باز دوج پرورش داده. اگر که در این مورد باید ما عرض بکنم، اول خوب برای دژم عزیز و نازنین، برای خانواده محترمش، برای وفا صاحب گرامی، برای همه خانواده محترمش سلام و احترامات تقدیم میکنم. از کار و فعالیت های بشیجان دژم همیشه اطلاع دارم در اروپا و همیشه میتپن و هیچگاهی توقف نکردن و روان هستن. موافقت بیشترشان میخوام. اگر اروپا برم، اولین ملاقات من با یک تعداد از فرهنگی ها و عزیزا و دوستای خود خود داشتم که در جمله بشیجان دژم و فرید رستگار و جدیان رستگار از آدم های شماره های اول خود بودن. ببینیم که یه برخیز امکان داره که ما وجه جان پیدا بکنیم. به هر حالت من میخوایم برای بیننده های عزیز خود عرض بکنم که هنوز هم معلم جزایی بودم که باز از مکتب دکو باز تبدیل شدم، فضا کمک ملایمتر شد، من آمدم معلم لیسه بگرامی شدم. بله، لیسه بگرامی صنفای 11 و 12 زبان دری تدریس میکردم که اون زمانجا آشناییم پیدا شد سلام علیکم با احمد شای راستا که پانیم هست. هر آنچی ما در زندگیم برتان عرض میکنم در باره زندگیم بسیار صادقانه بیننده های عزیز، عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست. ما بر از این نامدیم کال برای خود یک پل جور کنم که باز او پل تابوت ما روانه. همه چیز زندگی را ما دیده. ما با احمد شای راستا اولین بار معلم لیسه بگرامی بودم. از سلام علیکی آغاز کردیم، قصه کرده همین قصه ها را کده، بالاخره ما پیاده از لیسه بگرامی رسیدیم تا سازمان جوانا در مقابل ولایت کابل. بله، بسیار فاصله است بین این رئیس. من بسیار خوشوقت هستم که برای اولین بار به دوست من مقابل شدم. تا امروز سن سالش او طرف میگیرم، او را مبعیث معلم خود بشناسم. او شابودین سرمند است. اولین بار ما با آقای سرمند دیدم. اون زمان جا فقط دیگه دست ما گرفته شد. راستن همونطوری که آقای دژم لطف کردن مهربانی کردن. شما گفتین ما کار را در بخش فرهنگی با جوانا آغاز کردم. یا یگانه وظیفه که ما گرفتم که شما در اونجا بخش امنی بخش در نساجی بگرامی هم زیر نظر داشتیم. در نساجی بگرامی ما رفتم اولین گروپ هنری را ایجاد کردم. اولین گروپ هنری که تابلا و دول و تندور هم ناره اون طرف می رفتن در ماشین مشله تار پر می کردن، باز وقت تفریح می آمدن مشق می کردیم که شان تا که گروپ هنری آماده شد در لیسه. اینم اینجا ما می خواهیم دو خاطره بیستا کوتاه را بگویم. بفرمایید بیننده های عزیز، باور کنین که دیروزار یادم میاید که استاد اشکریس بدون مبالغه در ظرف یک هفته نه، در ظرف 48 ساعت شاید یا 24 ساعت از مسئله که ما صحبت کردیم، یک گروپ هنری در یک ولسوالی تقریبا دور از شهر که بگرامی گفته میشه در اونمونجا یک گروه هنری جور کرد. این همی مدیریت و سازماندهی و دیسپلین هم میگم. یک خاطره و پیشتر من میخواستم بگویم، خوب شد که حالا فراموش نشه بگویم که جناب اشکریس گفتند که پارچه های خدا خود من نوشته میکردم. پس از این باز یک مدت ما نخستین کنسرت را فکر کنم در لیسه امانی داشتیم. بله. یعنی من به چشم خود دیدم که استاد اشکریز ازش خواهش کردم که خب یک پارچه نو دیگه باید جور شوال شرایط هم تغییر کرده و ایگه پا امید یک 8-9 نفر یا شاید چند نفر بودیم جوانا. استاد به فیبر ما قلم و کاغذ بدین دم یک گوشگه کشیش یعنی تایپ و ایگه پا هم نبود تایپ میکردم. دمی ظرف یک ساعت شما باور کنین بهترین نمایش نمر نشته که سرمیل ما دو خاطری ماست که از شما جناب استاد من دارم و دیدم در پالوی ازارها خاطری خوش و چیزی که احساسات خودم باید بگویم امروز دیگر چون تا خودمانی صحبت میکنیم که
شما باور کنین که با دیدن استاد اشخیص همین چشمای من روشن شد. پیشریم از که این استاد دو عطس بسیار بسیار وحشتناک مدام آورده شما داشته. پیش ازی که معرفی شدیم با پیش ازی که معرفی شدیم. اول فکر میکدم که استاد اشخیص خدای نخواسته خدای نخواسته در جیریان امی گیرو گرفت رفتن و خدا نخواسته تلف شدن. ای بسیار تراژیک بود و دوم میگفتم اگر ای کار نشده باشه حتما پاکستان فرار کردن از امی ظلم و جنجالی که وجود داشت. اما استاد اشخیص با مقاومت و پایداری اما احساسات و وطن پرستانی که داشت در اونمو شرایط هم معلم بود درس میداد نسل جوانه و قدیما بود. این خاطری میگه تشکر جناب راستی هست. به هر حالت بیننده های بسیار عزیز گرامی اگر همه قصه کده بریم شب به پایان آید و این داستان باقی هنوز، فقط یک کلمه سشورده میخوایم بگویم که بعد از او باز ما دیگه به باغوان میموندم که باز نهال دیگه پیوند کردم. این نهال پیوند کردم از شهر با جوانا یک جا باز ارکستر گلسار خواهد ایجاد کرده. من افتخار زیر دارم که دست فرید رستگار و جیه و خالد تکا و فنجان اینا را گرفتیم و امیر جان صبوری که امروز افتخار موسیقی افغانستان است به حیث رهبر گروپ ارکستر او را موظف ساختیم و امروزشون یک جای همیشه کار کردم صمیمانه کار کردم تا اینکه گل سرخ شد و امروز هم گل سرخ است و برای همشان از طریق برنامه وزین شما از طریق تلویزیون بهار از طریق سوهل تیوی برای همشان سلام و احترامات روان میکنم و جان جور همه هموطنان خود از خداوند میخوام. استاد اجازه بدین که ام یک تقریر از همکارتان خود بخوانم که ام سلطی مونده نیزی نادلی از جان خیرزاد یا نصیره که نصیره که برنامه مرزا قلم نوشته میکنن که خبر مسرد عزیز که از هر گوشه جان شد خب ایگه پایش ها که در مورد ما گفتن نمیخوانیم گفته که این بار قرعه به نام شخصیت بزرگ هنری استاد معظم امان اشقری چیره و صدای آشنا برای همه اصابت کرده که مطمئن هستیم شنیدنی و دیدنی خواهد بود. قبلا بجاست از ما تشکر کرد از راستای عزیزم کلاسی عزیز خود در این رابطه نظر به زحماتی که بر خود متقبل میشد امتنان به عمل. بسیار تشکر آقای خیرزاد، بسیار تشکر، نور دیده استین برای من. امیال پیش چشم من اونمو جوان ها استین که اونمو تر ذهنتون جوان مونده و جوان بمانه. بله. تشکر جناب بسیار. خب اینجا خاطرات بسیار زیاد نوشته کردن، یک خاطره دیگر هم میخوانم از یک کسی که زور ندارم که اینمی لحظه سوال ها و تفسیر ها را برای ما آقای ترکمنی روان میکنن و عضویت رهبری امیر پندارها و گفتارها با جناب بسام هستن نوشته میکنن که خب این را میخوانم اما این را شما جواب دادین. از جناب اشخیص حتی میتوان در باره پروگرام های اطفال رادیو کابل اینک رادیو افغانستان خاطرات شنید سالهای آخر 1330 و سالهای 40 شمسی. سابقه ایشان تنها از سالهای مرزا قلم نه حتی از کودکی و نوجوانی است که در این عالم روشنایی در این عالم روشنایی پای گذاشت. خب یه دوتای دیگه در پای اعلان شما کامنت دادن اما اینجا کامنت های بسیار زیاد در جریان صحبت آمده. خب استاد حرفای دیگه برای گفتن حتما دارین میخواین بگوین یا ای که بریم به بیننده ها و تبصره ها و سوال ها و ایگه پایشان هست؟ من فکر میکنم حرف دیگه ندارم. وقتی من میمان برنامه هستم منتظر هر گونه فرمایش شما هستم. اگر وقتی برنامه تایمش پوره است خدافیزی میکنیم، اگر ادامه داره من اختیار شما. استاد شما رو پیدا کردن بله و باز یک فرصت به دست آوردن و مختنم شمردن کار حضرت فیل است که باز پیدا کنیم شما رو و باز دقیقه مصروفیت هایی که داریم و باز پای صحبت شما بشینیم. یعنی که از این چانس ما میخواییم که تا آخرین لحظه استفاده های خود بکنم و صحبت های خود ادامه میتیم. بیننده های بسیار عزیز من مدرد میخواییم که شما رو قطع کردم. همه یک اصطلاح آمیانه داشتیم که یک کسی که اگر مثلا یک آوازخانه مثلا اگر میخواست
خواب بازونن کرای گادیشان میداد و نان و عوی گپا میداد پیسیشان کتش گپ میزدن بازگه سرزی اونا قم میخوندن که آوازش بیخی سرمه واره بیشینه میگم چرا میگم باش که قم اصرف کردیم پیسی مباره حال ما میگیم که آقای راستا با ما هم که تیاره روان کدم هتل گرفته آقای جبارخیل هم میگه بیادر مفخونیز دیگه آقای بیاده یک گپ بزن شوخی میکنم دوست عزیز برای اینکه کمک با شما باشیم یک ذره لبخندم داشته باشیم ما بسیار جالب است که یک سه چهار حرفت خود داشت که می گوزه قرنطین بسیار خاطره ایم اگر اجازه باشه که این خیلی اینطور میکنه که شما که بیخی موقت خود در آمدیم شما هم شیر دارین یا نوشته دارین در روزای قرنطین شما رو کلوزاپ میکنم که شیرتان رو بخونین تا او وقت من میرم همی سوالای دوستا رو میبینم و باز بعد از اینکه ختم شد بله. باز میایم با سوالای دوستا چی گفتین من تو پیشنهاد دارم که کتم هم تو شاد باشین برای اینکه در روزهای قرنطین دوستای بسیار عزیز جای داره که نمیجام بگویم که یک اصطلاح آنیانه داریم که میگن آدمی از سنگ سخت‌تر است و از گل نازک‌تر واقعا همونطور بود که چه رنج را میتول یک سال که نکشیدیم چه رنج را که نکشیدیم بشر در مجموع چی رنج نبود که نکشید ولی به هر حالت در روز قرنطین هم شما دیگه حالا واقعا پشت کار تا برین من مزاق کدم خب اینه من یک روزت میکنم با شما من برای فقط برای شما برای بیننده های خود من امی عرض میکنم ای امی کتاب شد از استم بود در روز قرنطین آقای جبارخیل هم با ما سرشور میتن و من اشتر کدم بلان کرونا بازار یکی چون قطره باران به نوک خار میترسد قطره بهاری که دمی نوک خار دمی نوک خار گل که میاید چی اگر لرزش داره بیننده عزیز یکی چون قطره باران به نوک خار میترسد خریدار و دکاندار زمدگر بسیار میترسد یم دوتا ماسک میپوشه و هم خریدار و دکاندار زمدگر بسیار میترسد در این بستانسرا نه ناله نای و نه چنگی هست عجب گلشن که بلبل از گل و گلزار میترسد ببستر انتظار مرگ یا دیدار فرزندش ببستر انتظار مرگ یا دیدار فرزندش پدر محتاج فرزند و پسر بسیار می ترسد یکی از درد می نالد دیگر از وی گریزان است جبار خیلی سر یکی از درد می نالد دیگر از وی گریزان است و درمانگر نگر بیچاره از بیمار می ترسد و درمانگر نگر بیچاره از بیمار می ترسد یک حرف دیگه هم خدا کنه که باشد این صفحه که ختم شده انشاءالله که می آفومش خوب به شرطی که صفحه زود باز شود یکان باری صفحه هم اونقدر با هم صمیمیست که جدا نمیشن چه تعمیر دلنگیز به دست خود بنا کرده چه تعمیر دلنگیزی به دست خود بنا کرده قرنطین مانده امشب از در و دیوار می ترسد بگفتم آمدم سویت بگفتا دور باش از من بگفتم آمدم سویت بگفتا دور باش از من کبوتر از کبوتر یار از دلدار می ترسد چه شد آن گردک و آن شب نشینی های عیاران چه شد آن گردک و آن شب نشینی های عیاران زمانه غرق ویروس است و یار از یار می ترسد کفندوزدی و تابوت کرایی ناتوان مردم این اینجا بیننده عزیز باز مقته است دیگه کفندوزدی و تابوت کرایی ناتوان مردم زبالا رفتن اکسیجن بازار می ترسد زبالا رفتن اکسیجن بازار می ترسد دیگه از حتی داشتای روزهای قرنطینی بود را
راستا که به شما برای بیننده های بسیار عزیز خود عرض کردم و دیگه من خدمت شما هست. بسیار خوب استاد گرامی، چی فکر میکنیم که سوالات دوستان را بخونیم و یا اینکه بخش دیگه صحبت با بخش دیگه صحبت بیاییم که اولا بسیار اینجا تبصره هاست این تبصره ها را شد. من به اختیار به خدمت شماست. بسیار خوب، خدم با اجازه تا من تبصره ها را بخونم. یک لحظه به اجازه تان که من ببینم که خب استاد گرامی، بیاین خیلی که میریم به طرف دوستا ببینم که کدام دوست چی نوشته کرده. خب اینا میاییم از ابتدا. اما که من متوجه بودم در جریان صحبت ها که سوال های یارب. خب خب آقای شیر هجیر نوشته میکنه که اولین برنامه های تنزی و انتقادی در رادیو از جانب زندیاد ابراهیم نسیم و هلال برادرش و عده دیگر در رادیو اجرا نشده بود به شکل سوالی. کاملا من میخوایم بازم بگویم که برنامه های انتقادی که ابراهیم نسیم داشت که در لا بلای آهنگ ها او برنامه ها را تقدیم میکردیم، ولی برنامه های سیاسی که بتانه برای دولت بسپرته و دولت انتقاد بکنه و ادارات دولتی و مخصوصا ادارات دولتی را مستقیمن بره و بکوبه در آهنگ های خدا مغفرت بکنه ابراهیم نسیم، اینا واقعا اینا خدمت کردن. هر آهنگ از او برای رشد جامعه بسیار زیاد خدمت کرد، ولی نه ای که برنامه های سیاسی باشه که دولت انگشت انتقاد شکل اصلاحی داشته باشه. بسیار خب، جناب نجیب داوری میگه که استاد امانش قیز در اجرای برنامه های جالب و کمیتی مرزا قلم در عصر جمهوری نوستالژی سردار محمد داود خان به تعداد 50 یا 60 برنامه ناب کمیتی در آرشیف رادیو افغانستان دارن. حالا بعد از 46 سال هنوز هم مردم با شوق زیاد آرزومند شنیدن برنامه های مذکور اند، اما نوارهای یا کست های برنامه های مذکور را ریاست رادیو افغانستان در یوتیوب آنلاین نساخته است. آیا استاد شخصا در رسی آنلاین سازی برنامه مذکور در رسانه های اجتماعی از جمله یوتیوب از ریاست رادیو تلویزیون ملی درخواست کردند یا خیر؟ من خدمت شما عرض بکنم. یک لحظه که نمیگه ادب صاحب. ادب صاحب گرامی سلام عرض میکنم. السلام علیکم. صحت شما. محترم سلام و احترامات را بپذیرید. قربان شما. سلام و احترام تقدیم میکنم. یعنی لایف در تلویزیون هستیم. ادب صاحب و اشکر صاحب هم همینجا تشریف دارم. ادب صاحب بزرگوار، من امیرعظم میخوایم بگویم که یکی خدا داریم که چشمای ما روشن، ولی من میگم گوشهای ما روشن که آواز عزیز الله ادب افتخار هنر و تئاتر افغانستان ما میشنوم. ما همچنان بسیار خوشبخت هستم که امروز در تلویزیون بهار، تلویزیون بسیار عزیز دل ما و خود تشریف داری، بسیار جای خوشیش برای من. اما ما گفتنم آنها که اشتری صاحب خدمات ارزشمنده که شما در بخش هنر گویندگی و صحبت ها و برنامه سازی هایتان کردین ایجگاه که از فراموش شدن نمیتان. ما همچنان از مخصوصا از پروگرام مرزا قلم که در زمان خودش یکی از جمله برنامه های ممتاز رادیوی وطن عزیز ما بود اینجا فراموش نمیشه. چی نام های مقبولی میماندید شما وطن گلباش چی هم آنگی داشت با خود پروگرام یا مثلا دلدار. این نام هاییست که چقدر شما در بخش همه مرزا خزم که تنها خودتان میگون که رفیب های ما مثل که آخر شاجان پیمانی و احب جان عزیزاده و اینا
همیشان همکار شما بودم. بله بله. زنده باشین. ادب سر شما. افتخار تئاتر افغانستان هستین. شما افتخار فرهنگ افغانستان هستین. شکر که آوازتان میشنوم و من بسیار بسیار ممنون هستم از برنامه سازای امیر لحظه که شما را وصل کردن و میربانی کردن. من بسیار قلبم امیر لحظه در ضربان و تپش بیشتر است. از شما تلفن میکنم و اشریف صاحب برای شما تلفن میکنم. اما متا دیدم که صحبت های شما بسیار گرم است و همین دقیقه در تلویزیون بودم. صدای شما را میشنوتم. از واسطه صدای را میشنوتم. من صحت مندیتان الهی شکر که شما صحت دارین. با ما آواز مقبولتان، با ما صحبت هایتان، با ما خدمات شما را گیریش که وقتی صحبت کنم میرین دای آدمان نیمه که زنده باشین. یک قدر شما خدمت گذاره بسیار لطف کردین. کشورتان بودین چه قدر زحمات زیادی کشیدین در این بخشا. آسان نیست این بخشا که مقدس هنره که ما شما سالیان طولانی به بیش بردیم. این سخت کار از که بسیار کساس که البته شاید پیشش سطحی باشه اما بسیار یک بار که نشته کردن چه قدر تکلیف دارن. خوب بخاطر دارن که ما یک ساعت پروگرام که ما به نام نمایش رادیو می ساختیم چند نفر بودیم اما من تا از من خودت به تنهایی خودت نشته میکردی و تمام منا برای مردم اما ایشتن بود اما انتخاب حاضر روزگاری بس به درد مردم جامعه هم میخورد و چه قدر مردم از او استفاده میکردن میفهمیدن که چه قدر مشکل شده بودین چما که این مرزا خلم چیزی که میگو درست هست میگفتم این چیزی که کردین این مرزا خلم میگفتن راست بگه مرزا خلم که این کارا رو چما میگوید چه قدر سر مردم تاثیر داشت چه قدر صحبت های شما و بازی های شما چه قدر مقبول زیبا بود. بسیار لطف کردین ادب سر گرامی. انشالله تعالی از نزدیک شما را زیارت میکنیم میبینیم. شکر که آوازتان هم میشنام. آل دیگه شما باز حتما میشنوین. من برای بیننده های خود یک از خاطرات شما را قصه میکنم. دمی جلال آباد که بودین که خدا نخواسته خدا نخواسته خدا نخواسته دور از آله که خبر مرگ شما را بر ما دادن. آلو خاطره را برای بیننده ها قصه میکنم که عدف صاحب چی مرده شما را نزدیک میبینم انشالله میاییم پیش ما عدف صاحب عدف صاحب عدف صاحبی جبارکل خود قابلی را خورد یاد نکد ایچ. اما ما که قابلی را بخوریم این در تلویزیون یاد میکنیم که عدف صاحب اینو تیه قابلی با ما قصه کرده بود. روزایی آقای گل گوشت کده کل امان صاحب اشریل محترم یک جا بخانی را به این که ما در قابلی او را بخوریم از پالیش اکسی دیگام جور میکنیم قربان چم هدف گرامی یک دنیا سپاسگزار هستم. آرزومند هستم که بزودترین بزود شکر که اشریل صاحب در قید حیات هستم امروز برای ما افتخار بسیار بزرگ است. امروز قربانتان قربانتان بسیار جای خوشی دارم. یک دنیا سپاس و خطای بزرگ شما باز از جامعه خواهیم همچنانی که در تلویزیون کابل را ساختن باز طرف تلاشی که همیشه در بخش آدر کردم هیچ گاه فرموشی هیچ کسا میشه. اینا خودشان یک کس هستن که من طاقتشون نمیه تا که از برنامه نسازم دمیستن سال خودم دوانه یا این تلویزیون نه هدف صاحب استاد اشریزم بسیار جوان است والله انرژیش از ما کده بسیار جوان تر منتو ما اشریزم شما هم جوان است. هدف صاحب گرامی با امید از این که بزودترین فرصت شما را افتخار میزبانی شما را داشته باشیم یک دنیا سپاسگزار هستم. شب و روز شما خوش با امید صحبت بسیار بزودی با شما. سلامت باشین. قربانتان شما. یک دنیا سپاس. شب و روزتان بخیر. طول عمرتان بخیر. بسیار تشکر استاد گرامی. خدا خدا خدا. یعنی استاد ببینین که شخصیت ها اونا میبینن ما شما را و خب قصه جلال آباد تا گفتید. قصه جلال آباد هدف سه. بله. بیننده بسیار عزیز و گرامی. بله. ببینین جای داره که عزیز لای هدف. بله. نام خدا نزدیک میرسه به 90 90 هم شده فکر بله 90 سال. شما تصور بکنین که انمیال هم بله. استوار صحبت کرد بله. منظم صحبت کرد و انمیال هم در بسا ستیج هایی که بلند میشه
قامتش علوم استوار است. پس همیشه همیشه تمنای ای است از دوستای عزیزم که خبر هنرمندایتان، خبر مجموعه فرهنگی ها، چه در بخش موسیقی، مخصوصا کسایی که وظیفه‌شان است، کسایی که رسالت دارن که از هنرمندا، چه از بخش موسیقی، تئاتر، سینما، ژورنالیسم، نطاقان، گویندگان، برنامه سازان، از اونا مواظبت بکنین، ما بر شما عرض بکنم ببینید آیا ما خدمت شما عرض کنم راستاسه که ما فکر میکنم که هنرمندا در یک جامعه نگین های یک توق یا یک گردن بند هستند، نگین ها هستند. اگر نگین ها در این توق نباشه، این گردن بند دور پیانه نیسته. هر دانه نگینی که از این گردن بند مفته، جایش سیاه و خالی میمانه و قیمت این گردن بند دیگه پایان میاد. پس برای فرهنگ افغانستان هر کدام از اینا را هنرمند دارد، چه در تئاتر، چه در موسیقی، چه در مجموعه هنرها، یعنی هر کدامشان میخواییم برتان بگویم نگین هایی هستند که چراغ یا روشنایی فرهنگ اینا در مجموع دست به دست داره روشن میکنه. کسی چی جالبه است این بگویم برتان؟ بله عدف صاحب چون لطف کرده بود حالا گفتم شما که بشنم. بله دیگه بشیر رویگر وزیر اطلاعات و کلتور است. بله. عرض بکنه. بله. بشیر رویگر وزیر اطلاعات و کلتور است و بله. بعد دیگر رئیس نشرات رادیو تلویزیون است و آرون یوسفی هست و مست و بله. شو که ششتیم به خانه آرون یوسفی. بله. کارون جان یوسفی رئیس نشرات تلویزیون امو وقت بله. امیال آواز هم رگم شنوند ساعت برشان میخوایم که در لندن تشریف داره. بله. این قصه جالب است آقای رستا. بله. ما در خانه آرون یوسفی هستیم و که تلفن وزیر اطلاعات کلتور آمد بشیر رویگر. بله. که دمیال هم میشنوند آواز ما را رویگر سب زنگ زد و بچه آرون یوسفی بشل جان گفت که اشکی سب شما را وزیر سب کار داره. در خانه آرون یوسفی مکتوم وزیر سب ما را اینجا ما را هم نمیمانه خنده کردیم گوچه کبر داشتیم سلامونیکی کردم. دیگه هدف سایبشان با یک تیم خود در جلالآباد رفتن در ننگرهار. شوانه باز دمی تعمیر تلویزیون می بودن. شوانه بله. روز در مصروف میکارهای بخش تئاتر بوده. بله. برای من وزیر اطلاعات و کلتور دمی گوشیره که برداشت گفت کجا هستین بیادر؟ بله. کجا آرون یوسفی؟ گفتم ما خیلی خانه آرون یوسفی هستیم همینجا هستیم. بله. گفت در ظرف ده دقیقه یازده بدین شب. بله. گفت در ظرف ده دقیقه در دفترهایتون باشین که از زیلای هدف راکت خورده شهید شده. آله. ها این چیزی که برتان میگم. بله. گفت از زیلای هدف راکت خورده شهید شده و در دفترت برس ما میایم. بله. آه سر نان ماند و خلاص همینجا ما و آرونجا نیرسوفی نان خیستیم سر ای نان همه کنید راست همه دفتر خود تاک آمدم که یک پنج قبط وزیر اطلاعات کلتور و از پل باغ عمومی رویگر سر رسید آمدن رئیس به تکنیکی زایر توریال یادش بخیر توریال عزیز سلام های مرا قبول کن این دیگه رئیس تکنیکیه. بله. رئیس اداری را آجل خواستن و در این ساعت دوازده و نیم شب کل ما چشتیم و آل دیگه وزیر سر گفت کنال پلان کنیم یک کسی که خود صبح باید بره آگو مادرش خبر نشه که یک مادر داره ما دیده بود مادر هدف سایبه میگفت یک مادر داره هیچ کس دیگه نداره مادرش خبر نشه تا از یکی جنازه را نمیاره. خب بعد از اون باز گفتن خب یک کسی معذف تابوت شد صبح که وقت بره شش بجه تابوت از کوچه لزاخان بگره و گفار آماده کنین و مرا گفت که دو موتر از افغان فیلم باید آماده شود که جنازه را در موتر کلان افغان فیلم بیارین تا سه بجه شب ما کل کارهای هدف سه به تکلیف کردیم تلفون ها کردیم آجل دیگه مطبع گرفت و اخبار کل اکس هایی برامده اکس ها چاپ بکنه صبح برامده اخبار مبره کلش آمده است هفت صبح است. بله. هفت صبح است بیرندی عزیز ما برای وزیر اتحاد زنگ زد و ما گفتیم سر اگه اجازه باشه خیلی گفت من رئیس تلویزیون ننگرها را بگویم بله. که اونا دیگه بیخی عموج شستشوی کنن که باز ما دیگه جنازه را بیاریم گوانا یک گپ خوب است. هفت صبح زنگ دارم سر کنیم دارم یک آواز بله یک دفعه تکان خوردم گفتم کی هستی؟ گفت هدف هستم آسد
گفت هدف است، هدف تیل داری، صحت خوب است، خلیت است، هدف است، میگم راکت خورده، شما خدا نخواسته فرمید. نه گفت یک دو نفر دیگه اون اونجا بود به چرا مردن، خدا ببخشه جان من خواب بودم. بازم اینا رو شما فکر کنید. آجل آجل دمت به خبر دادیم به کل دوستا و هدف است، شکر که علمی آلم آوازش شکر شدیدیم و زنده است و عمر طولانی و زیاد برش میخواییم. یک خاطره بود بینندگان بسیار عزیز که با شما هم از جناب ادف سب خواستیم. بسیار خاطره جالب استاد گرامی. اینمی یک کسی به نام آقای پوپل برای شما زنگ زد از فلوریدا. بله. ما سلام خدا خدمت آقای پوپل. میشنوید صدای مرا؟ بله سر. سلام خدمت شما میرسانم. امیدوار هستیم که یعنی اینجا استاد اشریز هم هست، مختصر میشه که شما صحبت بکنین، بفرمایید. جناب پوپل سلام. سلام راستا صاحب ارجمند، در نخست من سپاسمند در شما هستم. خواهش میکنم. کمیشه برنامه های شما بسیار سازنده و بدر بخور است. لطف میکنید. و هم در بخش های سیاسی و هم در بخش های فرهنگی. خواهش میکنم. درودای آتشین و ارادتمندانه خود حضور استاد گرامی اشکریس می رسانم و اونا واقعا که درفش هنر و ادبیات و فرهنگ هست، همیشه در طول زندگیشان بلند برافراشته داشتند و من سپاسمندشان هستم. من به صفت یک آدم اجمدان همیشه به شخصیت شما می بالم و افتخار میکنم. همی که شما هستین که روشنگری میکنین در عرصه‌های مختلف و همی تلویزیون بار است که با آقای جباخی صاحب آدم روشنزمیری هستند و همه تو دوستایی هم در پالی خود دارن مثل شما آقای راستا. خواهش میکنم. همیشه هم از برنامه شما تعریف داشتیم و جایی داره که باید تعریف کنیم و شما از نخبه ها هستین. خواهش میکنم. شما از اشخاص چند بودی هستید و آقای اشکریز حیثیت استاد مرا هم دارد. استاد هم چرا یک زمان من منشی سازمان جوانای ولایت کابل بودم. بله. و من از ارادت از اینا، از دانش از اینا، از صحبتهای تنزگونه از اینا همیشه سپاسمند هستم و بودم. ما برشان ایام و کامشان میخوایم همیشه زندگی بر افق مرامشان باشد. زنده باشید. قربان شما. بسیار لطف کردین. بسیار لطف کردین. پوپل صاحب بسیار زیاد تشکر. خوش شدم از آواز و مهربانیتان. خداوند یک دنیا سپاس جناب پوپل صاحب گرامی. حتماً در آینده ها با شما میشه در تماس خواهد بودیم. قربان شما. قربان شما. یک دنیا سپاس. روز بسیار خوش داشته باشید. قربان شما. خدا حافظ. بله بسیار خوب. دیگه به هر حالتش جناب راستاسه چیزی که مرا قوت بیشتر، انرژی بیشتر، میتونم بگویم توان بیشتر میده او بیننده‌ایم است، شنونده‌ایم است، مرا کمک میکنه، مرا یاری میرسانن، هموطن ما است و هموطنی که در اون افغانستان است، هموطنی که بیرون از افغانستان است. ما به شما عرض بکنم وقتی برای اولین بار ما باید رئیس نشرات تلویزیون کابل کار شروع کردم، شما باور بکنین که همه دوستا آمدن دور هم جمع شدن. یادم رفته بود استاد خوش که گفتین. همین سوال بعدی من بود. میشم سوال تو نظر کنیم. به هر حالت واقعا میخوایم بگویم که وقتی ما 5 سال پیش تلویزیون کابل ایجاد کردیم به همت آقای هاشم عباسی دوست بسیار خوب من و آقای قاسم عباسی برادر نازنین از یک مرد عیار، ما این تلویزیون ایجاد کردیم. عباس رئیس نشرات تلویزیون در ویرجینیا که یگانه تلویزیونی که در ویرجینیا فعلا بود امی تلویزیون کابل ما ایجاد کردیم. به هر حال دست به دست هم دادیم، هر کدامشان لطف کردن. باور میکنین یک خانم مریم جان از لس آنجلس برای ما تلفون کرد، زگنل برنامه مرزا قلم ساخت برای ما. فکر کنین که ما از مریم جان جهان سپاس میکنم که واقعا او زگنل بسیار به دل چنگ زده و یعنی که هر کی به نامی که تانست برای ما در برنامه همکاری کرد. 5 سال مکمل ما تلویزیون چرخاندیم
حالا هم به خاطر که یک سال شد به خاطر می کرونا چون داخل رستوران است استدیو به او سبب رستوران بزرگ که هنوز برای محافل عروسی هایی که پا اجازه داشته باشن ما اجازه نداریم ولی من میتونم بسیار بسیار با خوبی ها بگویم که یک تیم دور ما جمع شده بود یعنی که امید است که پس بخیر انشالله انشالله که در اوج شما هم چقدر میربانی کردین برنامه هایی داشتین هر هفته شما میربانی و لطف کردین هر کدامتون فریدون صاحب زاده را من هر جا یاد میکنم مرد تکنیکی که بسیار ما را کمک بسیار گل و نازنین جوان فریدون جان سلام و درود ما را بپذیرین آقای عباسی سلام و درود ما را بپذیرین بسیار استاد است دیگه ما به یه سوال میکردم ولی خوب شد که گفتن خودشان و ما افتخار دارم که در پالوی استاد یکی از برنامه سازهای تلویزیون بودم برنامه های ناب و خب تیمی دیگه از خواهران ما آمدن امی لیلی جان احسان مند آمد فرخنده جان آمد کچه ما اله جانشان آمدن یک تیم فروه جان خب براتون با شما بگویم که به اصطلاح بازوی کاری ما در تلویزیون کابل بوده خانم رحمتی بله یک لحظه استاد گرامی ببخشید آقای دژم بسیار مختصر که وقت ما کم است سلام و درود بر از اینکه نوشته های خودت هم دراز است و گپای خودت هم از ما کده دراز است بفرمایید استاد همینجا هستم اول سلام احترام والا نوخ رسیدم بسیار معذرت می خواهم خودت همیشه نوخ می رسید من زیر علاقه داشتم که از سرو میمانتان باشم با تاسف نشد ولی این از یک چیرهای نازنین عرضی تا ندیدم فقط خواستم به استاد گرامی اشپیس یک سلام احترام کنم به خود شما به خاطر که اینا را دعوت کردیم فقط عرض سلام سال نو مبارکی آرزوی صحت و سعادت دجم نازنین ما در برنامه هر آنچی داشتم در مورد عرض کردیم با تکرار برنامه را که ببینی و باز میخوایم بگویم که امیال بسیار خرسند هستم که از آلمان زیبا میشنم آوازتا و فکر میکنم از آمبورگ و از جمع کارها و فعالیتهای هنری و فرهنگیت میشنم جان میگیرم افتخار میکنم امیدوار هستم امی که اروپا برسم بهترین یکی دو دوستا را جمع کرده و یک محفل فرهنگی خود گرفتیم بسیار تشکر از شما بی صبرانه استاد گرامی انتظار تانو دارم هرگاه بخیر به طرف آلمان آمدید ای بار انشاءالله اتحادی و نرمنده موسیقی افغانستان دوستایتان، دوستدارایتان، هواخواهایتان در خدمتتان خود بود آدرس ما پیشتان هست ما خاطرات زمان شام هنر که همراه شما در یک استیج بودم در کابل منباری از طریق دیپارتمنت موسیقی رادیو افغانستان این از اونو سرخان که ما شما یک بار ما خوشبختی داشتم که در یک استیج که شما من میخواندم خطبا شما فیلم تئاتر بسیار پرشکوه بودیم از اون زمان گرفته تا به زمان آغاز ایجاد ارکستر گل سرخ و تا زمان مهاجرت همیشه اترام و شعرک جوانا آثارتان عزت کردیم همیشه در خدمت تانست و بسیار دوستان دارم هر وقت بخیر آلمان آمدیم جناب... یک تیمتون انشاءالله ما در خدمت هستیم بیننده های عزیز ما آقای ما و آقای دژم خبرنگار بودیم مردی ما در رفش جوانان و از اون زمان شناخت داریم تا حالی شناخت دامه داره یک کار جانانه مشترک دیگه هم ما و آقای دژم کردیم که در مورد آقای ببرک وسا یک رسالگک و بسیار وقت کم نوشته کردیم که و هم بسیار جالب است تشکر جناب دژم چشمای ما روشن که شما را اینجا صدایتان شنیدیم کاش که خواهش میکنم یک بار دیگه از خودتان راستای عزیز متشکر هستم که اونم یادگار نوشتید که رساله را برای جناب وسا نوشته کردی به شما یادگار است تمام اتحادی و نرمنده را فراموش نمی کنن و امیدوار هستم که بازم وقت پیدا کنید در کنار ما باشید بسیار تشکر وقتتان نمی گیرم استاد گرامی بسیار خوش هستم که شما را عالی می بینم لایف و در انتظارتان اگر به خیر آلمان آمدید ای بار انشاءالله یک اتحادی را خدمتتان بسیار لطف کردین همه گیده سلام و احترامات تقدیم میکنم لطف کردین قربانتان ادامه بتین سید ما باش میکنیم به کمال خب استاد گرامی گپ اصلی من که عبارت از سوالای دوستا و بسیار جالب هم بود اگر اجازتان باشه که ادامه بدیم دیگه بیننده های عزیز اصولا برنامه ما 45 تا دقیقه تا یک ساعت است
اما بیشتر فلسفه گپ دیگه استادش کسی بیشتر جانانه تشریح کرد و یک مقدار ما رو خجالت هم داد. خب به هر حال میریم پس آقای فدا لاروی چندین سوال دارن. جناب لاروی صاحب به احترام شما بزرگوار که من بسیار احترام دارم با شما هرچند که با عقیده های شما شاید بسیار زیادم خوانی نداشته باشم، اما سوال یکی دو سوال تانه کشم میکنم که بخوانین. سوال اول میگه اگر یکی از قدرتمندان رو نام بگیرید که شما را تهدید کرده باشد، جناب اشکی صاحب در زمانایی که شما رژیم های مختلف کدام قدرتمندی شما را تهدید کرده باشد؟ چون زمان تثبیت نشد دقیق از سوال جناب الارویس، برای از اینکه تا که من یادم میاد وطن قدرتمند بوده و خودم اصلا هیچ وقت اتو نشده که مستقیم مواجه شده باشم. والله کالا برای شما بگویم هیچ کس والله ما کیره بگویم. اگر میایم سر از زمانی که مجاهدین اومدن در افغانستان تا امروز اگر میخواین بگویین، والا ما هم که هیچ کار و غرض نداشتن راست بگویین هیچ کدوم. ما چرا ناق بشینم اینجا به اصطلاح یکون گپای کتکت بزنم که مرا گفتن میکشم نمانه این گپا؟ فقط هم یک چیزی که بودم، یک زمان من معلم جزایی گفتم شده بودم در مکتب دکو که رفتیم یک سال اونجا حاضری امضا کردیم، معلم بودیم، بازلیسی بگرامی آمدیم، در غیر دو کس را یعنی من نبوده که مرا تهدید کرده باشه. و جناب لاروسی با بین خود ما شما باشه، ما والا برای هیچ کس بد نکردیم. ببخشید شوخی کردم. آقای خوشحال خان نشته کرده که اشکی صاحب قرار شدنی نیستن، مرزا قلمشان تا حال پدر و پدر کلان های ما را به حسرت گذاشته میگوید. پدرم گفت به خیالم برنامه کاکا جان یا ماما جان را هم اجرا کرده بر ضد پاکستان. سوال عمده و اصلی راز جوان ماندن اشکی صاحب در چی است؟ جناب خوشحال خان گرامی، مدام اول گفتم و استادم تشریح کردن، استادم یک نقطه می خواد جواب برای جناب خوشحال صاحب عرض بکنم که واقعا وقتی که میرخان در پاکستان یک برنامه علی مردم افغانستان آغاز کرد با نام مرزا کاکا و خدایار، یعنی میرخان به نام مرزا کاکا بود و خدایار هم همراهش نقش بازی میکرد که مستقیما ملت افغان، مردم افغان اونا زیر ضربه انتقادی خود میگرفتن. ما نظیر برنامه از او هم به نام مرزا کاکا، ما و جوانشیر حیدری را خدا مغفرت بکنه که او نقش فضل خدا را بازی میکرد و ما جواب میرخان به پاکستان هر هفته از طریق رادیو دیوتن غک تقدیم میکردم و افتخارم دارم که ارانچی که داشتم جلو پوستک اتر آدم های فریبکار ما در صفحه رادیو میکشیدم در برابر میرخانی که از پاکستان به زیر مردم ما تبلیغ میکرد. جناب اشخیز یک بار دیگه تاکید کرده آقای نجیب داوری، امیدوارستم یک کوتاه جواب بدین که میگه چرا در یوتیوب جان نیست پارچه‌های شما؟ جناب داوری صاحب فقط یک کلمه میخوام بگویم که یگانه انسان بدبخت استم که نه فیسبوک نه یوتیوب هیچ شای خدا نیستم. بسیار دوستا کوشش میکنن، بسیار دوستا توقع میکنن و مخصوصا آقای راستا هم هر روز، آقای جبارخیل هم کتما تماس که میباشن میگن که بگیرین سرش یوتیوب رو بکو برادر. باز یگان دفعه چرت میزنیم میگیم که بیا دیگه ما کباست سمانش کریز عمر نوح هم اگه میخوایی بسط هست آل دیگه دوی سرحد کامیدی همینجا که خدا افتیدی که کتمی کل ملت بگو دیگه پدر حقتان اگه ادام شده خدا میدانه، اگه نشدام خدا میدانه. ولی انشالله امیدوارستم که در این زودی ها یک خوبتانم هفته یک برنامه برای جناب راستا صاحب تقدیم خواد کردم از ویرجینیا. انشالله یکی چیز دیگه که کوچک خواد ساختم، امروز با آقای جبارخیل هم همین موضوع در راست صحبت کردیم و انشالله که موضوع یوتیوب و فیسبوک هم حل میکنیم. از لطف شما تشکر. جناب شیر حجیر، البته اخراج اشکی صاحب از رادیو کاملا جنبه سیاسی داشت به خاطر که اشکی صاحب عضو فعال حزب ملی غرزنگ داوود خان بود.
ما فکر میکنم که اگر باز اتر بیایم بگویم که والله این میگفا غلط است، ما افتخار میکنم که عضویت حزب انقلاب ملی داوودخان داشتم، آدم نهایت فعال بودم، تا نمیالم از کلی خود هیچ پشیمان نیستم. بناهن شما بخی دقیق میگین، ولی فکر میکنم لازم نبود که بعد از 50 سال کار دارن دروازه با کدوم کلتور کارت هویت مرا بگیرن در موین تراش پرتن بعد از 50 سال و بگوین که تو دیگر در جایی نداری در رادیوی افغانستان. کاملا کاملا زنده باشین، افتخار به شما استاد اشرف که همت با می شهامت همی موضع سیاسی تان میگین و همت استوار مثل یک سروار استاد هستن و هیچ جرم هم نیست، جنایت نیست. انسان در هر حزبی هم که باشه، حتی در بین مجاهدین هم اگر باشه جنایت نکده باشه، برای وطن مبارزه کرده باشه، اما ما تایید ماست. این آقای فواد پامیری چیز کردیم که تاکید کردیم که از آقای اجیر بخوان، اینا خواندم. میترا جان کوزات دختر نازنین زکیه جان کوزات است، میگه بابا جناب اشرف صاحب گرامی نام خدا امطور شاداب و تازه به نظر میرسند. دقیق زمانی که ایشان را در کابل زیارت کرده بودم، با دیدن دوباره ایشان دوران طفولیتم در ذهنم تداعی شد به خدا. مثل جان نازنین، از شما بسیار تشکر که برنامه را میبینین. در مورد بسیار سقه ماندن و نمیفهمون خوب بودن اینا، هر آنچی است در رادیو و تلویزیون افغانستان از مادر بزرگوارتون از زکیه جان کوزاد آموخته. او هم اونماتور مصمم است، آگاه است، اونماتور شکر استوار است، اونماتور برنامه ها میته. شما جناب کوزاد بزرگ، پدر بزرگوارتون، همش افتخار فرهنگ ما هستین. هیچ ما از یاد برده نمیتونم خواهر عزیز زکیه جان کوزادی که در جمله همه نطاقان ورزیده رادیو و تلویزیون افغانستان، یگانه نطاقی که از برخانی را روی کار آورد، از برخانی یعنی از یاد خبر یک بار که فقط مرور میکرد، او وقت نپرمتر بود، او وقت نپرمتر بود و نه وسایل تکنیکی و نه دیگه، فقط زکیه جان کوزاد اولین نطاقی بود که شعبه اطلاعات برش اخبار میداد. دیگه نطاقای ما یک 45 دقیقه پیش 30 دقیقه پیش میگرفتن، دو بار مرور میکردن. ولی زکیه جان دمی سر ماشینی رو میگرفتون اونجا میمون، فقط انتی اکسل میکرد دیگه، مکمل اخبار بسیار مهمه اشتونین بجی شب میخوان، ایره از برخانی میگن بناهن و چقدر دقیق درست میخواند، از برخانی و درست خانی. بناهن اونطور همکارای صمیمی و مهربان و خوب ما داشتیم و داریم، لله الحمد، که امروز هم استوارتر مصممتر برای اجرای برنامه های فرهنگی تا که توانم میرسه و اختیار به خدمت شما هستم. شما سرسبز و خوب باشید. بسیار خوب. آقای سهراب آرون، استاد اشرف قبل از انقلاب سر هم وظیفه مقدس معلمی داشتن یا نه؟ بله داشتن، گفتن جون در مکتب سید نور محمد. بله من عرض کردم که من معلم بودم، از اول زندگیم باز معلم بودم، باز بالاخره باز رفتم پس دوباره به رادیو، باز تا ریاست نشرات رسیدم در رادیو بودم و آخرین کارم هم در رادیو تلویزیون افغانستان بود و از اونجا خداحافظی کردم، از مادر از وطن جدا شدم. آقای ظریف وعید میگه بهترین برنامه از کورونا جوان بود صبح ساعت 7 بجه. درست. یک ذره زود میریم برای زیکی فرمی تبصره ها زیاده سازتاد گرامی. فرموده سعدی بزرگ هنرمند هر جا رود قدر بیند و صدر نشیند. شما یکی از گلهای سر سبد هنر کشور هستید استاد تشکریز گرامی. جناب سمی انواری دوشته کده ایران. زنده باشند. خدا کم شوند. آقای فدای لاروی میگه یک توضیح، وقتی بعد از انقلاب وقتی پروگرام مرزا قلم قطع شد با خیال محمد چند بار مستقیما حرف زده بودم که چرا برنامه را قطع کردید، چون که توضیح دوستم بود، یک کمی با شدت برایش گفتم که قطع این برنامه بسیار تاسف‌آور است. خیال جان حرفی نداشت. آقای لاروی رئیس باقا بودن میشناسید؟ بله آقای لاروی را کاملا میشناسم، برشان احترام تقدیم میکنم. کاملا گپشون دقیق و بجا بوده، ولی خب من میگم که گله نمی کنیم دیگه، اران چی بود گذشت. ببخشید حرف معروف که شب سمور گذشت و شب تنور گذشت، مگذره زندگی. بله
دکتر صاحب جمیله جان مستولی سلام و درود ما را بپذیرید. خانم سلطانه بارگزای آیا دلیل برای قطع این برنامه اجتماعی داشتند؟ خانم بارگزای گمانم از اول ندیدین برنامه را، توضیح شد فکر میکنه میگه. خب از جناب لاروی صاحب اما قدر بس از لاروی صاحب تعداد زیاد است، ما باید نوبت ما رد کنیم که کس نگوید که اونا برای رفیقای خود زیاد وقت میته بر ما نی. جناب عامد قادری یکی از نازنین های ما که خودش برنامه داره در تلویزیون خراسان داشتن میگه که بعدا همکاری شما با حزب چرا و چطور آغاز شد؟ البته قرارش شنیدگی ما فکر کنم که جناب اشرف صاحب تشریح کردن که با حزب نه که با سازمان دموکراتیک جوانان هم و او هم در بخش آقای قادری در بخش هنری در بخش فرهنگی و بخش موسیقی کار میکردن استاد اشکیز و باور میکنین که یک نسل در وجه تربیه کردن. من شاهد هستم. آقای دجمان پیشتر تلفن کرد. جناب خواجه میرامد گرامی سلام و درود ما رو بپذیرین. میگه که جناب اشکیز باید متذکر شوم که شناخت من با استاد اشکیز برمیگردد به دهه 40 از زمان تحصیل در لیسه نادریه. بهتر است آقای اشکیز از فعالیت های نریشان در فعالیت های فرنگی در لیسه نادریه هم یادآوری میکرد. سیاد دقیق میگن لطف میکنن. بنیاد کار آغاز روز روزگار هنری من از مکتبم شروع شد که من هم در مکتب ابتدایی من هم میفهم چرا کانکار بودم. در دوره مکتب ابتدایی هم رئیس کنفرانس ها بودم و وقتی لیسه نادریه آمدم تا آخرین که از نادریه فارغ شدم هم گردانندگی کنفرانس های مرا داشتم و اونمو مرا بیشتر تقویه کرد، تربیه کرد و مرا به جامعه سپرد. یک تای دیگر هم از امیل لاروی صاحب میخوانیم. من نفهم چرا قدر پیش لاروی صاحب میگه که برخی بدبین ها میگفتن که شما بعد از شهرت مغرور شده بوده، شما با این حرفات تا چه حد موافق هستید؟ چونی سوالش از درست سوالی چیز است این خدمت شما خوانده. ما راست شگه پرسان کنین، همیشه گفتیم که غرور به خدا میزیبه. ما هیچ کسی نبودیم که غرور داشته باشم، ولی الله همین الان هیچ غرور به طرفم را نداره. شاید یک دوست تصور کرده باشه، ما هم تصورش احترام میکنم. زنده باشین. آقای خلیل دلارام درود سلام به شما، گفتن که ما برنامه شما را در اتاق تنهایی میشنیدم و در بین اتاق خاموش همگی میدید که ما سر به خود خنده میکنم. جناب عبیب میهنیار ارجمند که همیشه بسیار کمک میکنه پندارها و گفتارها را، کارکردهای استاد اشکریز در رادیو افغانغژ نهایت ستودنی است. ایشان بسیار شجاعانه در افشای سیاستهای خصمانه پاکستان و مزدوران آن برنامه های جالب را تهیه میبرند. جناب میهنیار اتفاقا که بعد از این بخش یک بخش دیگه صحبت ما هم همی خواد بود. امروز اشکریز را اعلان میکنیم. نظیر امیر از استاد اشرف سوال کنین که ایشان مدتی در مسکو بود و باش داشتن، فقط چه کارهای هنری و فرهنگی میکرد؟ من فقط خلاصه عرض میکنم 17 سال زندگی کردیم با خانوادیم در مسکو. بله. در 17 سال باز هم قول حضرت حافظ که تاله فال به نام من دیوانه زدند، در اوج هم ما رئیس بخش فرهنگی افغان بزنس سنتر بودم در مسکو. تقریبا در حدود 1,500 تاجر بسیار بزرگ و کلان و سرمایه دار ما به نام گستنی سبستوپول میگن، همه افغان های ما همونجا مصروف بزنس و تجارت هستند. در اوجا من میتونم بگویم تلویزیون داشتیم ما و همچنان آقای دکتر فاروق فردا مدیر مسئول نوید در اوجا روزنامه داشتن، اونا هر کدام کار میکردن. سید جان اورگزای در اوجا مسئولیت تلویزیون همونجا داشتن. ما همه ما کار کردیم و من در بسیار بسیار سپاسگزار هستم از دوستان و عزیزان ما که در 17 سال در مسکو هر کدامشان، جناب رئیس مرکز تجارتی افغانها، اجمل جان کوشا، استاد متین نازنین، استاد قاسم، هر کدامشان، دکتر سب گل ترکی، دکتر سب شیر ترکی، هر کدام اینا برای ما بسیار بسیار رسیدن و ما در مسکو فقط مسئولیت بخش فرهنگی افغانها را داشتم در افغان بزنس سنتر. تشکر. بسیار خوب. آقای عمایون عابدی
میگن که در مورد مدیریت نشرات نظامی رادیو تلویزیون نیست کمی روشنی بیاندازید لطفا، چون در وقت زمان زیاد مؤثر داشت جهت بلند بردن مورال نظامیان و پاسداران کشور. بله، برای اولین بار ریاست نشرات نظامی در رادیو تلویزیون افغانستان ایجاد شد. در او زمان گروه سیاسی فیصله کرد که این ریاست یک معاون از اردو داشته باشه، یک معاون از پلیس داشته باشه، یک معاون از امنیت داشته باشه و یک شخصی از رادیو تلویزیون ملکی در رأس او باشه که ما در رأس اون ریاست فوق رتبه کار کردیم و در رادیو تلویزیون بودیم و آخرین پست ما هم رادیو تلویزیون. خانم فوزیه جان مجید بسیار توصیف میکنه، میگه که استاد اشکری صاحب گران قدر را دوست داشتم، لواندمشون. جناب رئیس سلام عرض میکنم خدمت شما. بله 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 بله، سلام ما را بپذیرین. این میشه که فشرده و مختصر با جناب استاد اشکری صحبت کنین. خوش آمده. خوش باشین آقای راستان و برنامه های مقبول دیدنیتان همیشه میبینیم از وقتی که شما یا ما سراغ برنامه هایتان پیدا کردیم بسیار لذت میبریم. تشکر از زحمات شما، از دوستان آقای جوارخیل، از دیگه همکارانتان که برنامه بسیار مقبول زیبا را برای ما پیشکش میکنین و همچنان احترامات بسیار عمیق خود برای آقای اشکری. بسیار لطف کردین شما، قربان شما. ما چون از طریق متاسفانه که ما اکثرا در این مسافرت در کار و چیستیم همین فیلان هم کار، ولی معلومات داشتم که شما هم روز ساعت 11 بجه برنامه زنده و آقای اشکریز داریم. من فقط تشکری میکنم آقای اشکریز، بسیار ما خوش هستم به سرانه منتظری همین یکان چیزهایی هستیم در شما دوستان ما همیشه مقامند شما هستم، هم دارای مکتب نادیم امریکا هست که بسه کرمنتون سعی نیدیا سرگفت صحبت میکنیم به سر برنامه های بسیار گذشتی که با بسیار خود کنیم زمان سرداده اون دویم برای در طریق رادیو نشر میکردین برنامه داریم. آیا شما داریم آخری چیزی برنامه پلان داری نداریم؟ بسیار تشکر اول از لطف و مهربانی شما. انشالله ما تقریبا یک هفته دقیقه پیش در این موضوع صحبت کردم، ما انشالله که پلان هایی داریم که با همت و یاری دوستای ما کار آغاز خواهد کرد. ما بسیار ببخشید یک چیز دیگه که خواستم از آقای آقلشو بسیاری نشستیم در 30 سال اخیر. بله آقای آقلشای پیمانی در آلمان هستن، شکر زندگی بسیار خوب دارن، با آبرو زندگی میکنن و کت ما به تماس هستن. انشالله من پیام شما را از این طریق برنامه هم خواهد گرفتن، من هم برشون میبسنم. برنامه اونا نشد نمیکنن، بسیار زیاد شده نشدیم از اونا. ما انشالله همی که ما شروع کنیم اونا باز کت ما شروع میکنن. ما بسیار زیاد سپاسگزار هستم از لطفتان، روز بسیار خوش داشته باشین، یک دنیا سپاسگزار از تلفنی. خب آقای پامیری میگه که راستای عزیز گران جوارخیل صاحب او ترکمنی صاحب، لطفا از اشکری صاحب بپرسید که عضو حزب غرزنگ ملی داوود خان بودن یا نه، ما سیاسی ها مرض دیگر داریم نمیشه که واضح شود. جناب پامیری صاحب اگه چند قبل شنیده باشین به این مسئله آقای اشکری صاحب وضاحت دادن، دیگه کوشش میکنیم که سوال های تکراری را نخوانیم. میره پیش زیور فرهد در جریان جنگ های داخلی که از کست های تایپی مرزا قلم در خانه های مهاجرین افغان خانه به خانه میگشت خاطرات کابل مرنود. خب تشکر. خب جناب خلیل دلارام درود و سلام بر شما، تبصیری تانه دیگر نمیخوانیم. آقای دجم گرامی تبصیری شما رو نمیخوانیم برای تیک صحبت کردین. محمد ناصر محمد ناصر معاشر درود سلام، چه زمان تخلص اشخیص را انتخاب کردید و چرا اشخیص؟ امیر با عنوان سوال آخر پرسان میکنیم و باز میریم به بخش دیگه صحبت خود. بفرمایید جناب اشخیص.
از زمانی که دست چپ و راست خود شناختم، دور اول پارلمان یا شورای افغانستان بود که یک قلم برداشتم و گویا یک پارچه سرودم. در زمان میشه را نوجوانی هم نگویم، ولی تقریبا بین کودکی و جوانی یک چیز بود. در زمان علازت محمد ظاهر شاه امی حضرت حافظ همیشه میخوندیم پیش از اینکه مکتب بریم، حافظ و خلاصه و کنت و منیره سر ما خونده بودن، بستان و گلستان. مگر در مدرسه و مسجد رایی ما نکردم، در خانه پیش دوستاری بودن از فامیل که کمک ما کردن. در اوجه قول حضرت حافظ خواندم که اگر آنطور که شیرازی به دست آورد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. باز به وزن ازمو جناب راست است، به وزن حضرت حافظ که سمرقند و بخارا را، باز من اشتا کده بودم که اگر در پارلمان گوید کسی درد دل ما را. این دیگر شاید هم یک 45 سال پیش که مسئول دید. اگر در پارلمان گوید کسی درد دل ما را، به داغ نامرادی می گذارد صد چلیپا را. برفتن رفتن شورا پلوها مرغ بریان بود، نخواند از بخت معزون کسی تذکره ما را. یکی از عقل و دین، یکی بر عقل و دین نازد، دگر بر سبک چین تازد، یکی هورا یکی اکبر، شنو زنگ کلیسا را. عجایب خانه شرق است میز مجلس اعیان، عجایب خانه شرق است میز مجلس اعیان، بغیر از یک کدوموره ندارن یاد امضا را. باز داخل گفته بودم دیگه تخلص اشکریز، که جواب دوست خداوتم باز گفته بودم که برو شکری بکن اشکریز، ما بادا بد بتر گردد. برو شکری بکن اشکریز، ما بادا بد بتر گردد، به جای خانه ملت نبینی سنگ خارا. بسیار عالی. فقط استاد گرامی، برازی که من همیشه یک کوتاهی دارم که از فیسبوک میگیرم، آقای اشریز، آقای جبارخیل از تلویزیون بهار و ساحل جان از تلویزیون خود تبصره‌های مردم، فقط نام عزیز ساحل جان رو اینجا با می خاطر من عینکای خودم ماندم که دیده نمیشه، عکس گرفتن. من بسیار نامشون رو میگیرم مختصر و تبصره‌ها رو میمونیم برازی که وقت کم است. جناب خانم لیلی اسماعیل زاده میبینن ما را، سیما آبدی سلام و درود، و شمس الحق شمس سلام و درود به شما میفرستیم. در رابطه با سوالتان آقای اشکیز جواب دادن، فکر نکنم بذار نیست دیگه تکرار کنیم. و جناب سیما، خانم سیما آبدی سلام ما را بپذیرید. جناب جبارخیل صاحب در مسنجر قسم راهون کده که برای ما بسیار مشکل است که تا ما بتانم ببینم اون رضی فاصله. خب کوشش میکنم که اگر حداقل نامایشان هم سید مهدی نجیبی اگر اشتباه نکنم، جاوید بارگزی، آقای یوسف رویان، سیما احمدی، فخریه ارسلا اگر اشتباه نکنم، لاروی صاحب خوب خواندیم، خب فامیلی صاحب هم خواندیم، و امینه طاهری و احمد ولی رنگامیز. درودهای ما را بپذیرین دوستا، سپاسگزار هستم از اینکه برنامه ما را میبینین. و اشکری صاحب این بخش بیاین که با یک تفریقه سایل جان موفق هستی که تیما خودتان یک چای مایی تا بخوری؟ اتمند. خب بیننده‌های عزیز، این بود صحبت ما با جناب استاد امان اشکریز. بسیار زیاد سپاسگزار هستم از اینکه توجه کردین، سوال کردین و بسیار بسیار گوشه های زوایای به اصطلاح که غیر منکشف و به اصطلاح امروز ما با کمک سوال های شما کشف کردیم و پیدا کردیم. و حتما در آینده ها استاد اشکریز اگر که در مطبوعات نباشه، یک پای مطبوعات میلنگه،
حتما برنامه های جالب خود داشتن. جناب اشکری سر یک دنیا سپاسگزار از اوکلمندیتان، از لطفتان که در برنامه ما آمدین و ما را افتخار بخشیدین. بیننده های عزیز، فردا ساعت 11 برنامه لایف که امشب ثبت میکنیم، البته او را بر شما لایف میگذاریم، در مورد نوروز خود داشتیم و تا فردا شب و روز شما خوش. بعد از یک وقفه کوتاه بار دیگر لایف بیم و با استاد بر یک نیم ساعت یا 45 دقیقه یا شاید هم کمتر در مورد وضع سیاسی کشور هم صحبت ها و حرف های دارم استاد که بیان خواهد کرد. تا آن دم بسیار تشکر. و گفتارها شمعی از جهان آموزش ها بر بنیاد سیر اندیشه، گفتمان های پیرامون جهانبینی ها، تیوریک، تاریخی، سیاسی و روشنگرانه. گرداننده احمد شاه راستا، لس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. Thank you.